استرس داری؟ نگرانی؟ بیقراری میکنی؟ به تراپی نیاز داری؟ میدونی هر جلسه تراپی چقدر پولشه؟ توی ویدیوی امروز ما میخواییم خود درمانی بکنیم و به آرامش درون برسیم و برای این کار ماهان رفته و با کارت من تمام فیجتای ضد استرس بازارو خریده تا ببینیم راه حل مناسبی هست یا نه. پس تو آخر ویدیو با من همراه باشید، اما قبلش حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگه تو الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم بذارید روی آل، تو هر موقع ویدیوی جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده، تو اولین نفری باشید که میایید و ویدیوی جدیدمون رو میبینید. سلام فرست آرمی، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. خب ماهان، 2,500,000 تومان از کارت من کم شده برای این، چی خریدی؟ والا خودم هم نمیدونم، من هر چیزی که روش نوشته بود ضد استرس رو خریدم. حالا نمیدونم هر چی ضد استرس سرچ کردی فقط کلیک کرد. واسا خیلی زیاده، نگاه خوره چند تاست؟ فکر کنم بیشتر از 30 تا محصول توشه. 30 تا 30 تا فیجت ضد استرس خریدی؟ بله. حالا دستت درد نکنه، ولی من اوزام خیلی وخیم نبوده، فقط یکم موام میریزه، یکم دستم میلرزه، پامو ناخودآگاه تکون میدم، شبایی کم احساس خفگی میکنم، صبح تپش قلب میگیرم. مطمئنی خوبی؟ نه آره خوبم، ولی دکتر نمیخوام. نه خوبه، خوبم. حالا ایشالله با این درست میشه دیگه، بریم ببینم که این استرس زندگی تو ایران درمان داره یا نه. خور وسیله است این تو، نگاه کنید چند تا، 30 تاه نه؟ بعد میدونی هر کدوم از اینا مثلا چند تومنه؟ چند خریدی؟ قیمتاشون زیاد عجیب غریب نیست. حتی تقریبا مثلا بین 20-30 تومنه، ولی گرونترینش 250,000 تومن تا 300 تومن. آها، چون تعدادش زیاد بوده هزینه زیاد شده، وگرنه مثلا قیمت دونه ایشون زیاد نیست بچه‌ها. مثلا ممکنه این 50 تومن باشه، این 30 تومن باشه، ولی رو هم رفته، نصف کارت منو خالی کردی. بریم ببینیم اولین فیجت ضد استرسمون چیکار میکنه. از روش دارم میبینم یه چیزی شبیه توپه. بله این چیه الان؟ این شبیه اسپینره. چه باحال. خب ولی این اینا چی ان اینا؟ ببین میلاد، من مثلا اینو میگیرم، خب به هم میریزمشون، مثلا اینو جا به جا میکنم. آها مثل روبیک. آره مثل مکعب روبیک که بچه‌ها باید مثلا همه رنگا با هم اوکی بشه، اینم همونه فکر میکنم. مثلا میای اینجا توپ خاکستری و صورتی و اینا رو جا به جا میکنی. باید سعی کنم که من اینا رو بیارم اینجوری بچرخونم توپا رو که همه رنگا با هم یه دایره کامل رو تشکیل بدن. بلی. من همین الان استرس گرفتم. عمرن من بتونم مثلا تو اعصاب خوردیم. چرا زرده اوکی نمیشه؟ ولی اینش حال میده. و اما این چیه؟ این اسپینر، اسکول اسپینر که من داشتم، نگاه کنید بچه‌ها اینا. ببین یه دونه خودم دارم، خیلی هم خفنه، واقعا جنسش حرف نداره. اون موقع که خیلی مود شده بود همه اسپینر، کل اینستاگرام اسپینر. اون موقع من اینو خریدم. بذار ببینم این یکی میتونه دوا کنه مرض ما رو یا نه. چرا بازو داره؟ یک اسپینر خلوویل، واقعا به معنای واقعی کلمه دریوری. این الان ببین، این الان به من استرس وارد کرد. چرا دستاش شبیه عنکبوته؟ من فوبیای عنکبوت دارم. دقیقاً شبیه عنکبوته. خب من الان ریدم تو خودم که وضعیت اعصابمو ببین. بریم سراغ مورد بعدی که این چیه؟ جنسش چوبیه این. این چیه؟ واقعا فیجت، بذار اسمشو بخونم، فیجت موکورو. موکورو چیه موکورو؟ این اصلا هیچی نیست، یه تیکه چوبه اصلا، یه بعد این طرفش هم دکمه نیست. اگه فکر میکنید این مثلا دکمه از فشار میدی چلق چلق میکنی، چون بچه ها میدونید که پدر جد همه اسپینرهای دنیا، همه فیجت های ضد استرس دنیا، این اولین فیجت و تنها راه کنترل استرس من تو زندگی همین بود. من به خاطر این تا الان 2 دفعه از کلاس اخراج شدم. این ولی این هیچی نیست که مثلا بگی یه دکمه داره چلیق چلیق میکنه اعصابت آروم. مثلا چیه این؟ بچه هر کی کاربرد اینو میدونه خواهش میکنم تو کامنت ها بگه، من واقعا برام سوال شده، همین الان استرس گرفتم. این چیه؟ اینو من چجوری استرسمو با این درمان کنم؟ بلش کن. یک چیز قلمبه اینجا داریم که این فیجت 2 تا کاربرد داره. نگاه کنید اینایی که اینجوری، این خودش به استرستون کمک میکنه، ولی این یک اشتباه که نمیخوام کرمه. بله چه باحاله، صداشو گوش کنید، واقعا بچه ها یه حس نرم و لطیفی به هم دست میده که استرسم، وای استرسم رفت.
خیلی باحاله نگاه. هیچ چیش هم نمیشه اینجوری. صداش خیلی باحاله. واقعا دوست داشتنی ترین چیزیه که خریدی. ولی این این خوبه، اینه دوست داشتم. ویجت ضد استرس مدل ساعت پلاسمایی. این ساعت خریدی؟ ببین ساعت شنی دیدی؟ آره. این نوع مایه ایشه، شن نیست. یعنی برعکسش میکنی اینه؟ این مایه هایی که داره بالا میره پایین. چه باحال، گنبولی 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 میاد پایین. دیدی؟ گیر کرد. بیا پایین. اینا الان چجوری باید استرس منو کم کنه؟ باید بمالمش چیکار؟ باید نگاه کنی. نگاه کنم؟ نگاه کنم استرسم؟ الان با نگاه کردن این یعنی استرس آدمو برد. ببین چقدر باحاله، الان برعکس کن. باحالیش اصلا چرا تو به فیجت این اصلا روش نوشته ضد استرس. آقا دیجیکالا احساس نمی‌کنید؟ یه ذره علنا داره فرو میکنه. باید نگاهش کنم استرسم کم شه. ببینیم چیز بعدی که خریدی. ژیروسکوپ. اصلا روش ضد استرس ننوشته. آها فهمیدم چیه. اینجا یه سوراخ داره، میبینی این سوراخ رو اینجا؟ فکر کنم با این تنابی که توش بود باید یه کاری بکنیم این بچرخه این وسطش. ببین یه بار دیگه من اینو میکشم. ببین الان داره با سرعت میچرخه. خب بعد این باید چه باحاله. رو انگشتم موند. فیزیک کار میکنه. ببینین با کمک این ما اینو اینجوری میکنیم، این میشه افترر، این بفترر. فالوبران عزیز منتظر فالوبرین کردن تان هست. حتما کانالمون فالوبرینگاشو ببرین بالا. هیچ ربطی به استرس نداشت ولی مفرح بود، کلن چیز جالبیه. خوشمان آمد، خوشمان آمد. اینم احساس میکنم یک اسپینر دیگه است، اینجوری که از روش مشخص. اسپینر دوست داری؟ هرچی اسپینر بوده خریدی؟ شکلاشو متفاوت بود. اگه قرار بود استرس منو الان حل کردن این لگو نصف موهای دیگه هم ریخت. من اصلا حوصله حل کردن لگو ندارم. یعنی یا ابوالفضل هیچ نقشه ای هم نداره، من اینو چجوری سرهم کنم الان؟ خب من بعد از سرهم کردنش به یه همچین چیزی رسیدم. همو اسپینره. خب فقط فرقش اینه که شما یه روبی باید وقت بذارید این قطعات لگویی رو به هم بچسبونید که این بچرخه. مورد بعدی فیجت ضد استرس لیز لیزک. لیزه؟ آه چقدر چندشه. ای واقعا لیز لیزکه. یه چیزی هم روشه مثل ای. یه چیزی که دستتون رو چرب میکنه، شبیه یه قطعه از یه آدم فضایی. پی پی آدم فضاییه و مثل ماهی از دستتون لیز میخوره و واقعا لیز لیزکه. اینایی که دوست دارن یه چیز نرم بمالن. این دیگه چه سمیه. این اسمش هست فیجت ضد استرس طرح بی‌نهایت. اوه میلاد من اینو توی یه دونه از ریلزای اینستا دیدم. خب یارو پیرمرد چینیه داشت بازی میکرد. حالا چه جوری کار میکنه رو الان بدونی. اونو نباید بذاری. میبینی از این طرف میاد، از این طرف میره، بعد خوب. دیگه نمیتونه بره. بعد درستش که حالا اینوریش میکنی، اینجوری میاد، بعد اینو اینجوری میکنی. همین الان دارم عرق میکنم. اینقدر که این استرس داره، امتحان ریاضی این ترممون استرس نداشت، مغزم گوزید. به هر حال الان اینو داریم. این چیه؟ فیجت ضد استرس مدل چسبونکی. اینجوری وای چقدر استرسم برطرف شد. واقعا ضد استرسه. چرا هر گوزی تولید میکنید با ضد استرس فروش میکنید به مردم؟ این چیه؟ این چیه؟ این مال چی بوده؟ یک گوی خارده. این مال جوجه تیغی نبوده؟ جوجه تیغی های عزیز شکار میشن برای ساخت این. اینجوری میچرخه، یعنی این خار روش ببین میچرخه، بعد شما اینجوری میتونید بچرخونید، بعد میتونید بگیرید تو دستتون. این البته خیلی حالت خوبی نداره که اینجوری بگیرید توی دستتون این دوتا رو. این یکی، اینم یکی گویه. این چه باحاله، دوتا دسته داره از اینجا و اینجا که میچرخونیش اینا میاد بیرون. پایه همه اینا اسپینره. یعنی اگه یه ذره بشینیم فکر کنیم میبینیم که 50% چیزایی که قرار استرس رو از ما دور کنه همش همون اسپینر خودمونه با شکلای مختلف. یه چیزی بهت بگم، این گرونترین فیجت ماه. جدی نگاه کن علامت شیائومی داره. چون محصول شیائومیه. نه این چیه؟ گفتی گرونترینش این بوده. این چند؟ فکر کنم 250,000 تومان.
نه اینم باید سر هم بشه بچه‌ها، اینم حالت لگویتور داره اگه اشتباه نکنم. بذار بازش کنم. دقیقاً عین لگو است، فقط شیائومی. بعد چون شیائومی ساخته 250,000. یه سر همش کنیم دوباره. ببین اینو میذاری اینجا، ولی الان که سر هم شده، شده یه همچین چیزی، یک چیز متصل از هم منفصل. اینجوریه دیگه، میبینی مثلا اینجوری میکنی به این صورت، اینجوری در آخر یه چیز این شکلی میشه. ولی این مورد بعدی توش موز این شیلنگ سیفون زیر ظرفشویی نیست. چه صدای باحالی، خیلی باحال بود. نگاه نکنه نیه اصلا، یه باش یه چیزی بخوریم. یه هورت بکشید تمومه. اینم یک فیجت. یه دونه دیگه داریم، خیلی شبیه همونه. یه بازی ترسناکی بود، کاراکترش این بود. من نمیدونم کاراکتر ترسناک جیم ترسناک چرا باید به استرس من کمک کنه. ولی مکانیزمش بچه دقیقا همونه. نگاه، دستش دراز میشه، پاش دراز میشه، ولی فقط همین، فقط دست و پاش دراز میشه. خیالتون راحت، جای دیگه شو نمیتونه بلند کنه. دست و پاش دراز میکنید، بعد باید سعی کنید که اینجوری به استرستون کمک کنید. که اسم بازیشو کسی میدونه؟ من نمیدونم، خدا بازی نه، من فقط دیدمش. مهم یه دونه چیز عجیب غریب از اول من هی چشم میخوره بهش، و اون اینه، این چیشیه شبیه. اوه چه باحال، نگاه کن اینجوری با مفاصلش میتونید بازش کنید، بعد باید سعی کنید فکر کنم اینجوری جمعش کنید، هی باید جمع کنید دوباره بازش کنید اینجوری. و میریم سراغ این تیغو میبینی؟ همینو با همین تیغش میکنم تو چشت، به خاطر اینکه اینا رو من مطمئنم دوست داشتی خریدی، من تو رو میشناسم. کارت من دستته، میری یه چیزایی که دوست داری میخری. اینم به اسم این آخه نامرد مریضم هستی، این خدا شاهده همونه، فقط رنگش فرق میکنه. نه دیگه ببین این کم کم داریم میرسیم به آخرا. نگاه شبیه دی ان ای. آره بعد بذاریش روی این، چه کمکی میکنه به استرس، شبیه گلوبوله. فکر کنم اینجوری باز شد، دیدی باز. آها بذار. خیلی باحاله. دیدی چطلق اینجوری باز میشه، اینوری بسته میشه، این دی ان ای. این دو تا برداشتم، این چیه؟ این دو تا خریدی یا نه این فرق میکنه؟ این همون زهر مار، بچه میخندی پول منو به فنا دادی. این آها این فرق میکنه بچه، این فشار دادنیه، یکیش باید نباشه، بعد شما فشار میدی، سعی میکنی اینو بندازی توی این، بعد این بهتون کمک میکنه که آرامش داشته باشه. ببین من اینو اگر اشتباه نکنم تو اینستا دیده بودم خارجی ها داشتن. خب یک چیزیه که خیلی 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 شبیه این فیجت شیائومی بود که خودمون درستش کردیم. این همونه ولی از قبل درست شده، یعنی همون، فقط این خیلی گوگولی و کوچولو و سبک و رنگی رنگیه، این سیاه و زمخت و کلفت. همونه، خودشون آماده برامون درستش کردن، یعنی اجازه ندادن ما یکم فکر کنیم. و یک چرخه بی پایان، بازم نگاه مکعب میشه، بعد دوباره اینجوری میکنیم، بعد اینجوری دوباره مکعب، دوباره یک چرخه بی پایانی از اعصاب خوردی رو شما میتونید توی این خالی کنید. اینو دیده بودم، اینو شبیهشو دیدم. ببین آهنروبا داره میچسبه بهم، شبیه شبکه پویاش. اینو میچسبی، بعد جالبیش اینه، اینو نگاه اینجوری چرخه. آره انجبوکس پلاستیکی. اینجوری میکنی و به این صورت خیلی کارو میشه کرد. آره این تو دعوای مهدد کودک خیلی به درد میکنه. ولی این خوب نمیچرخه، این یه دونه استثناء خوب نمیچرخه، ولی این خوبه. و آخری خدا رو شکر تموم شد، من میتونم برم الان دیگه راحت بخوابم. وا این یک گجتیه، اینو دیدم، یک گجته، همه کار میتونید باش بکنید. این اینو داره، کلید برق داره. نگاه اونایی که مرض خاموش روشن کردن چراغ اتاقو دارید، یا اونایی که دکمه دوست دارن، ببین دکمه های فشار دادنی داره، چلیق چلیق میکنه صداشو. باحاله. یک چیزی داره که بچرخونید، مثلا میگیری دستت اینجوری میکنی،
بله. و این این طرف هم برای کساییه که رمز گاف صندوق و این کیفا رو دوست دارن باز کنن همش. اینو اینجوری خط می‌کنی بعد با این دکمه فلزی که اینجای چلیق چلیق می‌کنی. باحاله، اینو خوشم اومد. یه چیز دیگه هم یه چیز هم هست. این چیه؟ انگشتره؟ انگشتره. آره نامزدت گرفتیم. یه انگشتره که فکر کنم بله کاربردش دقیقاً همینه. می‌کنی تو انگشتتون، بعد یک زنجیری این وسط داره که مثلا دستتون که هست اینجوری جوری میچرخونید اعصاب بیسابمون آروم شه. بله. خلاصه ویدیو این که من الان دارم به چکایی که قرار پاس کنم فکر میکنم با این 2500 که تو هزینه کردی و تنها راهی که الان میتونم اعصابم آروم کنم همیناست. مثلا اینجوری بشینم. وای خدای چک دارم چه غلطی کنم. وای خیلی چکم زیاد. تا ببینیم راه حل مهن ملاحل حل تا ببینیم راه حل ملاحلیه. و برای این کار مهن رفته بابا زیر آبم. شبا تپش قلب میگیرم، احساس میلرزه، پاهامو تکون میدم، شبا که میخوام بخوابم ایوه تو نمیره. خب این چیه؟ این که تو تنه هست که من همینو میگه اصلا نمیره توش، خرابه. این فیجت اسپینره که این دیگه فقط اسپینره. اسپینر بچه ها هست، اگر کسی خواست ما موجود داریم توی کانالمون. به من پیام بدید با نازل ترین قیمت. شیمیایی شیمیایی شیائومی چیزی مونده نسازه؟ آخه مرد حسابی چند تا اسپینر میخوایی بخری راضی شی؟ این همون اسپینره، فقط پکمن توشه. وقتی میچرخونیش پکمن باید این نقطه هر رو بخون. میخوره؟ نه. تو دوربین میخوره یا نه؟ نه الان صدار شبیه این معتادا. این یکی هم از اون ظاهری که دارم من میبینم خیلی خیلی فکر میکنم که شبیه همینه. این حالت گویه، باید این توپا رو مرتب کنید. حالا چه جوری؟ خب نگاه کن، مثلا قرمز اومد، بعد چه غلطی باید بکنی؟ نمیدونم.